در حالی که قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 4 روز دیگر در هلسینکی دیدار کنند، ولایتی مشاور خامنه‌ای برای انجام یک سفر 3 روزه وارد مسکو شد. سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم درباره این سفر گفت: ولایتی فرستاده ویژه روحانی در سفر به مسکو پیام خامنه‌ای و روحانی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقدیم می‌کند. به افزود پس از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با اعزام تعدادی از فرستادگان دیدگاه‌های ما را برای سایر کشورها تشریح کند. همزمان با سفر ولایتی، نخست وزیر اسرائیل نیز به مسکو سفر کرد. وی قبل از سفر به مسکو با فرستاده ویژه پوتین و معاون وزارت خارجه روسیه دیدار کرد و گفت: رژیم ایران باید سوریه را ترک کند و اسرائیل حضور نظامی این رژیم یا گروه‌های مورد حمایت آن را در سوریه تحمل نخواهد کرد. ولایتی در پاسخ به سؤالی راجع به سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، همزمان با سفر خودش واکنشی عصبانی نشان داد. ولایتی همزمان با سفر جناب عالی، خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم لحظاتی پیش وارد همین فرودگاه شد و قرار هست با آقای پوتین دیدار بکنه و گفته بود که پیش از دیدار پوتین و ترامپ موضوعات مهمی هست که میخوام با ایشون در میان بذارم. همزمانی این سفرها رو چطور ارزیابی میکنید؟ ایشون یه آدم دورگردی است که هر روز در یه نقطه از جهان سفر میکنه و اظهارات بی‌مبنا و بی‌منطقی میکنه و لذا وجود یا عدم حضور او در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما در یک دیپلمات سابق رژیم به نام تاجیک با نگرانی از نتایج دیدار سران کشورهای آمریکا و روسیه در هلسینکی گفت: ممکن است منافع روسیه ایجاب کند که او با ترامپ معامله کند، اما در همین سفر ما باید به روسیه القا کنیم که این معامله نمیتواند به ضرر ما باشد. خبرگزاری حکومتی انتخاب نیز نوشت: هر گامی که آمریکا در سوریه انجام می‌دهد به تلاش‌های روسیه برای به حداقل رساندن نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه وابسته خواهد بود. این رسانه حکومتی در مطلب دیگری نوشت: رؤسای جمهور آمریکا و روسیه طی نشست 16 ژوئیه در هلسینکی در مورد اوضاع دشوار جنوب سوریه بحث می‌کنند. طبق گفته بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، این دیدار شامل معامله با نظام سوریه خواهد شد که با برخی رهبران عرب در مورد آن گفتگو شده است. این معامله به دمشق اجازه کمک گرفتن از نیروی هوایی روسیه، بازپسگیری اراضی در مرزهای مشترک با اردن، عراق و اسرائیل را می‌دهد و در مقابل موافقت اسد را با ایجاد منطقه عاری از سلاح در امتداد این مرزها و بدون حضور نیروهای جمهوری اسلامی را به دنبال دارد.